سلام، خوش اومدین به کانال بزرگ پاپکورن مدیا. اگه از همراهای همیشگی ما باشید، میدونید که ما تو این کانال درباره حواشی فیلم‌ها، سریال‌ها و هنرمندا صحبت می‌کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره، نوتیفیکیشن کانالم روشن کن که ویدیوهامونو به محض انتشار ببینی. اما توی این ویدیو می‌خوایم از خانم ازدواجی جهان حرف بزنیم. خانوم ازدواجی که هیچ وقت از عقد کردن خسته نمیشه. بعد از 17 سال عشق جنیفر لوپز، خواننده و هنرپیشه و بن افلک سینماگر هالیوود، بالاخره به ثمر نشست. توی همین هفته‌ای که گذشت، بعد از 17 سال جنیفر و بن توی یک کلیسای کوچیک در لاس وگاس با هم ازدواج کردن. بعد از این ازدواج اما بن اسمش رو به جنیفر لین افلک تغییر داد. رابطه قبلی این دوتا توی ماه ژوئیه 2002 آغاز شده بود و چند ماه بعد توی نوامبر همون سال نامزد شده بودن. قرار بود که توی پاییز سال بعدش ازدواج کنن، اما چند ماه مونده به مراسم عروسی رابطهشون به هم خورد و توی ژانویه 2004 نامزدیشون پایان داده شد. رابطه جدیدشون اما بعد از اینکه جنیفر از الکس ستاره بیسبال جدا شد و بن نیز جدایی خودش رو از آنا هنرپیشه سینما اعلام کرده بود، دوباره شکل گرفت. جنیفر به داشتن روابط عاشقانه متعدد مشهوره. یه مروری داشته باشیم روی این روابط متعدد و جدایی ها. با الکس شروع کنیم. جنیفر و الکس همدیگر توی یک مسابقه بیسبال ملاقات کردن. جنیفر میگه بعد از اون دیدار ما یک بار توی رستورانی با هم قرار گذاشتیم. در انتهای شب قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم، الکس به دستشویی رفت و از اونجا به من پیغام داد که تو خیلی جذابی. همه چیز اون شب به خوبی پیش رفت و ما کم کم به هم علاقه‌مند شدیم. نفر بعدی دیوید کروز. سال 1984 اونم توی سن 15 سالگی جنیفر، هنگامی که کم کم داشت به یک ستاره تبدیل میشد، با دیوید رابطه دوستانه برقرار کرد. اما بعد از 10 سال رابطه دوستانش پایان داد و اوجانی نوعا، شاید بشه گفت اولین ازدواج جنیفر با اوجانی، توی 22 فوریه 1997 اتفاق افتاد. جنیفر و اوجانی اولین بار وقتی که اوجانی به عنوان خدمتکار توی رستورانی در میامی کار میکرد با همدیگه ملاقات کردن و ژانویه 1998 ازش طلاق گرفته. شان کامز. جنیفر حدود 2 سال و نیم با خواننده هیپ هاپ یعنی شان کامز رابطه داشته. این دو ستاره از سال 1999 تا سال 2001 توی تمام مراسم و فرش قرمزها کنار هم دیگه بودن. رابطه ای که گفته میشه خیلی زود از هم پاشید، به طوری که جنیفر توی یک مصاحبه گفت این اولین باری بود که من با مردی بودم که به من خیانت میکرد. جنیفر درباره رابطهش با شان میگه: من در مدت زمانی که با اون در ارتباط بودم مدام گریه میکردم، دیوونه بازی از خودم در میآوردم. من هیچ وقت نتونستم مچشو بگیرم، اما مطمئن بودم که داره به من خیانت میکنه. یک شب به من گفت که به یک کلاب میره، رفت و از اون شب دیگه هیچ وقت بر نگشت. اما کریس جاد. کریس و جنیفر سال 2000 با هم آشنا شدن. جنیفر کریس رو برای حضور در یکی از ویدیو کلیپ هاش استخدام کرد. بعد از 1 سال آشنایی سال 2001 با هم نامزد کردن و باز بعد از 1 سال از هم دیگه جدا شدن. اما بن افلک. بنیفر نام مشترکی بود که جنیفر و بن بعد از شروع رابطهشون انتخاب کردن. این دو ستاره همدیگر رو توی فیلم گیگلی ملاقات و توی سال 2002 با هم نامزد کردن. تصمیم داشتن که توی سال 2003 مراسم عروسیشون رو برپا کنن، اما 4 روز قبل از مراسم بن تمام برنامه ها رو به هم زد و به بهانه اینکه رسانه ها بیش از حد روشون تمرکز کردن، عروسی رو به تعویق انداخت. عروسیشون هیچ وقت برپا نشد و در نهایت در سال 2004 از هم جدا شدند. چند ماه بعد از اون جدایی در سال 2004 جنیفر با مارک آنتونی توی یک مراسم خصوصی ازدواج کرد. رابطه‌ای که برای همه شوکه کننده بود. رابطه‌ای که تا قبل از اعلام ازدواج هیچ کس حتی در مورد رابطه عاطفی اونها هیچ چیزی نمی‌دونست. سال 2008 صاحب 2 فرزند 2 قلو شدند، اما 3 سال بعد جدایشون رو اعلام کردند. و کاسپر اسمارت. جنیفر بعد از جدایش از مارک آنتونی با یکی از رقاصان خود به نام کاسپر اسمارت وارد رابطه شد. در مورد دلیل این رابطهش گفته: من از یک رابطه شکست خورده جدا شده بودم و اسمارت باعث شد که من دوباره خودم رو پیدا کنم. در اون دوران هیچ وقت منو تنها نگذاشت.
زوجی که در مدت زمانی که با هم بودن مدام قهر و آشتی داشتن، اما نهایت سال 2016 از هم جدا شدن و حالا مجدد با افلک ازدواجی که اتفاق افتاد و امیدواریم دیگه به جدایی ختم نشه.